سلام، من پرویز صیاد هستم. باید بپرسید این شکل شمال مافیایی چیه برای خودم درست کردم. حق دارید. خب باید ظاهر قضیه رو جوری حفظ کرد تا خیال نکنم آدم دستش به جای بند نیست. بعضی معتقدن در این دور زمونه اگر قدرت نمایی بلد نیستی اقلا ضعف نباید نشون بدی، ولی گرگا همون نمیدن. بره اگه ماسک بذاره البته بازم بره است، اما گرگا ممکنه کمی دو به شک بشن و بره بودنش رو دیفر تشخیص بدن. به چه میدونم، حتی اگه شانس بره اصلا تشخیص ندن. به هر حال ویدیویی که ملاحظه میکنین شامل سه تکیه گفتگوگر تلویزیونی است با سند آقا در سه سال مختلف. عنوان تکیه اصلی که مال امساله هستش سمد سواری میدهد، یعنی نمیدهد ببخشید. اما قبل از اینکه ببینیم به کی سواری نمیدهد و چطور باید دو تکه قبلی رو دید تا سابقه دستمون بیاد، سابقه برمیگرده به نوروز سال 72 که برنامه تلویزیونی جام جم در لس آنجلس از من خواست به مناسبت عید یه جوری سمد آقا رو براشون پیدا بکنم و از همونجا این ماجرا آغاز شد. سنگ ها از سمد و دهات علی آباد دوریم، ولی اگه سمد آقا با ما نیست، خوشبختانه نویسنده و کارگردانش اینجاست. از آقای پرویز صیاد خواستیم تا یک فکری به حال برنامه های نوروزی امسال ما بکنه. الو، بله، سمد آقا فرزند ننه آقا اون طرف ها نیست؟ چطور مگه اونجا علی آباد نیست؟ خب پس چی شده؟ چی شده شما از سمد آقا خبر ندارید؟ سمد آقا موجودی نیست که جایی باشه تمام اهالی آبادی های دوروبرش ازش بیخبر بمونن. پس شهر رفته. صحیح، شب عیدی شهر رفته برای چی؟ برای کار کاسبی؟ چه کار کاسبی؟ کار فعلگی اگرم گیر بیاد که ایام عید گیر نمیاد، همه جا تعطیله. حالا اگه سابق بود میگفتیم با قوچلی رفتن شهر زیر پنجره ها ساز و دهل بزنن پولی جمع کنن، اما حالا که شادی و سرور در خیابان های شهر قدغنه، که یعنی همه جا قدغنه الا توی خونه ها و به طور مخفی. حالا شما هیچ ایده ای نداری که من یه طوری بتونم یه جای زنگ بزنم توی شهر که سمد به خانش پای تلفن؟ خیلی مهمه میدونی. چی فرمودی؟ سر کتاب باز میکنم. شوخی میکنی؟ باشه. خیلی ممنون، خداحافظ. چی شده این مردم چه نقدر امول شدن؟ میگه سرکتاب باید باز بکنه اگه میخوای پیداش بکنی. چی اصل تکنولوژی؟ میگه من باید سرکتاب باز بکنم. اینبار منم مثل خودشم. اقلا بذار ببینم حافظ چی میگه. خواجه حافظ، خواجه حافظ عزیزمون بالاخره میتونه راهنمایی بکنه. ای خواجه حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی. تو خودت خوب خبر داری که ما جلای وطن کرده ها که سالهاست از یار و دیارمون دور افتادیم، هر کدوم چیزای عزیزی رو پشت سرمون گذاشتیم که اغلب ازشون بیخبر موندیم. یکی از این چیزای عزیزی که من پشت سر گذاشتم سمده. الان احتیاج مبرمی پیش آمده که لازم من بدونم کجاست و بتونم یه طوری باش ارتباط برقرار بکنم. تو میتونی به انفاس مسیح آدم خودت به من کمک بکنی. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. درستر از این دیگه نمیشد گفت. خب من چرا دارم به این متوسل میشم؟ چرا به خودم مراجعه نکنم؟ به تخیل خودم؟ مگه همونجا نبود که همیشه سمد رو پیداش کردم؟ یه آدمی رو
هیچ کم نمیتونه مثل ما فیاده خیابونه رو کز بکنه. کسی خونه نیست؟ منه؟ سمد آقا تو خودت چی؟ کی خودشه؟ من خودم؟ خب معلومه که من خودم هم. تو خودت کی؟ خیلی خوشحالم صدا تو میشنفم سمد آقا. تو حالت خوبه سمد جون؟ سمد آقا بشون بگم سمد آقا جان حالش خوبه. تو خودت که شما باشی چه داری؟ ای منم خوبم، با قول یکی از دوستان در حد ممکن مقدور منم خوبم. تو اصلا منو شناختی؟ فهمیدی من کیم؟ نه من از کجا بدانم؟ علم غیب دارم. آخه همچین با من خوشو بش کردی که عیده دیگه، عیدم شادمانی نکنی. به هر حال من پرویز صیادم، دوست همیشگی تو. شناختی؟ هه همون سید آقا. صیاد؟ صید یعنی چه؟ صیاد؟ آره همون که پای تو رو به تئاتر و تلویزیون و سینما وا کرد. فایدهش چیه؟ همه سوت و استفاده ها رو که خودت بردی که ما رو همه جور سفیل و سرگردان و یلاغبا ولمان کردی به امان خدا. که اینقدر ناشکری نکن. میدونی چه اسم آوازهی به هم زدی؟ چقدر محبوبی؟ هنوز خیلی از خانواده های ایرانی یکی از دلخوشی هاشون تماشای نوارهای قدیمی توه. فایدهش چیه وقتی که ما خودم همیشه لنگ یه فرچ لکواب باشم؟ ببین اینقدر شکمون نباش دیگه. تو دیگه الان آدم بزرگی شدی برای خودت، سنی ازت گذشته. آدم بزرگ که مثل بچه ها همش فکر شکمش نیست. او آدم بزرگ که بیشتر گشنش میشه که. آدم بزرگ هرچی که دلش خواست فوری به زبان نمیاره که. خب اگه به زبان نیاره از کجا بفهمم دلش چی میخواد؟ چه فایده داره؟ با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه. تو حالا تا فردا هی بگو چلو کباب، با گفتن چلو کباب شکمت سیر میشه. بابا خودش که گیرم نمیاد، مصرش رو علکم بذار بکنم. بی انصاف خدا چطور گیرت نمیاد؟ هر کی مزامیر ایران رو برمیگرده که میگه اوضاع خوب شده، که همه چی فراوونه، که همه چی گیر میاد. که برا فول داره همیشه همه چی گیر میاد. چه تخصی داره به ما؟ بعد جنگ ایران و عراق تا به حال زیر حوار گل برم اگه یه فرس شلوکباب سیر خورده باشه؟ ببین سمد جون، ببین سمد آقا جون، الان ایام عیده، قرار نیست ما حرفای ناراحت کننده بزنیم. منم اگه قرار باشه از ناراحتی ها و کمبوت های خودم اینجا برای تو بگم، گفتنی خیلی زیاده، اما بهتره چون ایام شادی و سروره حرفای خوب بزنیم. حرفای خوب، از چیزای بامزه و خوشمزه بگیم. باش حرفای خوب بزنیم، چیزای خوشمزه بگیم. باش تحچین تحچین بره خورشت رنگه زعفران پلو با دلمه بادمجان. چلو کباب رو نمیگم چون خودت گفتی حرفش دیگه نزن. جوجه کباب با یه سیخ کوفته اضافه، گلابی شامیمه، همون فوسکنده، همون یه فوسکنده، انگور ریش بابا، انگور یاقوتی، انگور عسکری، زردالوی نوری اصل، کوکو سبزی، کوکو سیبزمینی، کوکوی سیبزمینی با یه سیخ کوفته اضافه، آبگوشت بزواش، آش رشته، آش شلقلمکار، آش کشک، آش ماس، آش ترش، آش گوجه، یخدر بهش، خورشت اسفناش، زرش پلو، فسنجان با اردک، فسنجان با مرغ، ترس کباب، باقلافلو با گوشت، باقلافلو با مرغ، باقلافلو با کوکوی شوید. نه خیر ولکن نیست، تا تمام خوراکی عالم رو به زبون نیاره این ولکن نیست. حالا خوب شد غذا خوردم اومدم. حالا؟ میگم بگو ببینم تو اون طرفه چیکار میکنی؟ ما چیکار میکنم اینجا؟ آره چرا اونجایی تو؟ چرا اینجا؟ کجا باشم؟ اینجا مملکتم مرد حسابی، تو خودت چرا اونجایی؟ نه منظورم اینه که چرا آمدی شهر؟ ایام عیدی تو باید کنار سفره هفت‌سینت باشی، پیش ننه آقا باشی. با آخه این ننه آقا اون ننه آقای سابق نیه که عوض این که ما رو زفت و رفت من بکنه، یخده به خورد خوراک من برسه، صد جور از آدم چیز میز میخواد. اینجوری حرف نزن، بله عیبه، اون حق داره هر چیزی از تو بخواد.
با مادرته، خودشو پای تو پیر کرده. معرفه کاره تنگستمان ناغانش اونجا، منم که نبودم خب خودش پیر میشد دیگه. نه اگه من نبودم جوان میمان. اصلا ناغا از اولش هم پیر بود، پیر نبود که ناغا نمیشد دیگه. مزخرف نگو، حالا مگه چی خواسته از تو ننه آقا؟ مرغ، مرغ، از ما مرغ میخواد. میگه امسال سال مرغه، باس بری هر جور شده برای ما یه مرغ گیر بیاری. یه مرغ گیر بیاری ما بذارم لای چلو، چلو مرغ میخواد بخوره. آقا اینم چیز شد شبه ایجاز آدم میخواد این آقا؟ خب راست میگه، چلو مرغ خوردنش چطور خوبه؟ زحمت کشیدن و تهیه کردنش مشکله؟ مرد خونه توی دیگه، تو باید بری برنج و روغن و مرغ رو تهیه بکنی، من درستش بکنم، وقت دوتایی با هم بشینید بخوری. آخه من مرغ از کجا بیارم؟ جان آدمیزاد راحت‌تر گیر میاد تا به مرغ. بقیه مگه از کجا گیر میارن؟ میرن کار میکنن، پول در میارن، با پولش میرن مرغ میخرن. منظور ننه آقام اینه که تو بری کار بکنی. کار از کجا گیر بیارم برم بکنم؟ تمام جوانایی که از جنگ برگشتن تو آبادی همه بیکار و بیاشن. موچلی میگه خوشا به حال اونا که شهید شدن رفتن دنبال کارش. اونا که موندن ها یه دشان رفتن شهر فعلگی. مگه فعلگی تازه گیر میاد؟ شهری ها همه از دور بدبختی خودشان دارن، فعلگی هاشن هم خودشان میکنن دیگه. به ما دهاتی ها فعلگی نمیرسه که مانده بخون. بقیه جوانایی هم که ماندن یه چند تاشان رفتن مسجد شمدزدی، مواقعی هم شدن بسیجی، برای ملا علی دارن میرغزوی میکنه. خودتو نمیتونستی برای ملا علی کار کنی؟ ملا علی هم آدم، هم آورم آدمش بشم. تازه سوت و سابقه ندارم که. سوت و سابقه ما تو خراب کردی که. بله من خراب کردم. حالا بعد از ننه آقا نوبت منه که تمام تقصیر رو بندازی گردن من. آخه تو که قصه ما را رقم زدی، چطور عقلت نرسیده یه هوش و حواس درست حسابی ما بدی ها؟ که ما بتونم باهاش نماز دعای یاد بگیم. اینجا برای میر غزوی هم از آدم امتحان نماز دعا میکنن. میگم باز عربی نخونی. عربی؟ همون الف به فارسی چه زوره که تو کلم میره که. راجع به مرغ میگفتی. فرض بگیریم من آقا چون سال مرغه حساب کرده شگون داره اگه چلو مرغی درست بکنه و بذاره سر سفره. از تو خواسته بری مرغ تهیه بکنی بیاری. خیلی خوب، تو چرا الان راه افتادی اومدی شهر؟ تو یه ده که باید مرغ راحت‌تر و ارزان‌تر گیر بیاد تا توی شهر. بح، تو هم صاف و صادق یا تو آبادی مرغ گیر نمیاد که. تو خوشم گیر نمیاد چه برسه به خودش. مرغای دهات فقط خوراک عیونایه. عیونا و ملاها نه که مرغ ماشینی به مزاجشان نمیسازه خیر سرشان. هرچی مرغ رسمیه میره برای اونا. ما خودمان یه مرغ کاکولی داشتیم چه تخمی میکرد خدا بیاموز. چه تخمی دور از جان شما. من آقا ناز کرده بود اگه ما سالم از جنگ برگشتیم مرغ رو ببره بده به ملا علی. باش میگم زن عقلت کجاست؟ ما از جنگ برگشتم باز مرغ و نظر شکم ما میکردی اقل لکم. چرا دادی به ملا علی؟ اونو سنه نه میگه نه اگه ما مرز میکردم تو بر نمیگشتی. حالا من خودم تو جنگ شجاعت به خرج دادم، قهرمان شدم. اون میذاره فای مرغش، میگه اگه مرغ ما نظر نمیکردم تو بر نمیگشتی. میذاره فای مرغ خودش. آخه اینم کار این میکنه. ما را بود که به خاطر اینجور ننه ها رفتیم جنگ قهرمان شد. خودمونیم تا جایی که بیشتر مردم هم خبر دارن تو همچین جنگی هم نکردی. آخه کردن هم نداشت که. شما خودت که واردی که ما گفتن بریم جنگ، اسلام در خطره، ما رفتیم دیدیم فقط جان خود ما در خطره، برگشتیم. این پسره داره با این حرفا جذب برنامه ناروزی رو خراب میکنه. هر جوری حسابشو بکنی هنر شما و خرج دادم که زنده برگشتم. این ننه آقا نمیباز کاکولی ما رو میداد به مرد علی کوف کنه و چشی کماش. آخه رسمش نمیشه که. خدا بیامرز چه تخمی داشت. اصلا میدونی چیه؟ تو چند تا سوال از من بکن. ما؟ ما بفرسم؟ ما از تو بفرسم؟ تو اصلا کجایی؟
از کجا داری تلفن میزنی به ما؟ تلفن ما از کجا پیدا کردی؟ میدونی ما شماره تلفن ما به هر کسی نمیدم. ولی از آمریکا دیگه. من و خیلی از هموطنای تو الان داریم در آمریکا زندگی میکنیم. همون آمریکای جهانخوار. آره همون آمریکای جهانخوار. چطور مگه این آمریکای جهانخوار چطور هنوز شما ها رو نخورده؟ خب دیگه لابد هنوز نوبت ما نرسیده. هوای کارش داشته باشین ها. من این آمریکا چی رو درسته قوت میده. راستی؟ چی میگه؟ حالا صفت نشانش رو حتما باز بدم. چطور؟ چطور اصراف مفسدی ملالی قیامانی که مفتن بهش بگو دست بردار. بهش بگو دستاتون رو دیگه همه خوندن. اینقدر زیر نقاب فوش به آمریکا نوکریشون رو نکنی. شما هم گول این حرفا رو نخورین صمد آقا. اینا از دیگران قول بیشاه و دم برای شما میسازن تا لولو بودن خودشون و آدم خور بودن خودشون به چشمتون نیاد. ماها اینجا درسته دور از وطنمون صد جور مشکل و ناراحتی داریم، اما بیشتر این مشکلات و امثال به قول تو همون حجت الاسراف و المفسدین ها برامون ایجاد کردن. بهشون بگو از بس شماها توی دنیا فساد به بار آوردین و کار خرابی کردین، بیشتر ماها جرأت نمی کنیم به در همسایمون بگی ما ایرانی هستیم. بهشون بگو اگه به خاطر کسافتکاری و همون ظلم شماها نبود 2 میلیون ایرانی الان گوشه و کنار دنیا پراکنده نشده بودن و میتونستن نوروزشون رو کنار سفره هفت‌سین خودشون و کنار خانواده و دوستان و بستگان خودشون بگذرونن. بهشون بگو ببین نگاه کن این چیزایی که به ما میگی ما به کی بگو؟ چه میدونم به همون حجت الاسراف و المفسدین که گفتی دیگه، یا داروریهاش، بادم جون دور قابچیناش، یا باز به قول تو میرغضباش. ببین خودت بیا بهشان بگو شلاقش هم خودت بگو. والله خدا اون سر دایا نشسته به ما میگه لنگش کن، اون کفر مفر اضافی ندارم که. میگم آقای صیاد چطور یه آهنگی چیزی پخش کنیم؟ بله هر با شماست، مثل این که جواب نوروزی این بار خود من خراب کردم. والا بالاخره هر کسی اینجا به فراخور حالش یه تهیه تدارک برای عید نوروز دیده، سبزی پلویی با ماهی یا با مرغ یا ماهیچه، کوکو مخلفات، بالاخره سر سفره هر خانواده ایرانی در ایام عید اینجور چیزا پیدا میشه. آخه میدونی اون گرفتاری های شما در مورد بازارسیا و کوپن و اینجور چیزا برای گرفتن گوشت مرغ و اینجور چیزا در اینجا بین ماها نیست. راستشو بخوای اینجا اصلا گوشت مرغ ارج و قربی نداره. و چون ارج و قرب چندونی نداره انگار مزه نداره. مثل اینکه تو چیزهای به سختی فراهم نشه برای آدمیزاد ارج و قرب پیدا نمی کنه. فرض اینجا مرغ بعضی وقتا قیمتش حتی از نون هم ارزون تره. از نون؟ همون مان سنگه که کار خودمون؟ آره از سنگک یا بربری یا لواش. 1 پوند نون اینجا در میاد در حدود 1 دلار و مرغ هم همه حدود هاست و حتی بعضی وقتا ارزون تر. پول ما چرا میشه؟ پول شما رو ولش، اونجوری اگه بخوای حساب کنی سر به فلک میزنی. اون حجت الاسراف ها و مباشراشون همینجوری حساب میکنن از غذایی که مردم گمراه بشن تا بتونن به مردم بگن ببینین چرا میگین اینجا گرونیه. برین خدا رو شکر بکنین این مرغی که شما دارین میخورین اینجا دونه 600 تومن تو آمریکا به پول ما در میاد دونه 700 تومن. بنابراین شما دارین هر مرغی رو 100 تومن ارزون تر میخرین از جای دیگه، در حالی که شماها صمد آقا باید حساب بکنید که یک کارگر ساعتی چقدر مزد میگیره و چند ساعت کار باید بکنه تا با مزدش بتونه یه مرغ بخره. تو خودت ساعت چند میگیری؟
ساعتی چند موز میگیری؟ که؟ ما موز نمیگیرم که یعنی کار نمیکنم تا موز بگیرم که یعنی کار نیست تا بکنم تا موز بگیرم که فرض بگیریم که کار هست و تو موز میگیری اگر کار باشه و تو موز بگیری بابت هر ساعت چقدر موز میگیری؟ والا ساعتیشو که نمیتونم بگم اما فعله اینجا اگه فعلگی گیر بیاد فعلگی بهش مخوره میگیره روزی 250 نه بروقوس اگه 300 تومن ها 300 تومن هم هوچلی گفته گرفته بسیار خوب 300 تومن فرض بگیریم 300 تومن شما میگیری در یک روز خب حالا یه دونه مرغ چند در میاد؟ مرغ ماشینی اگه گیر بیاد شیر 100 تومن بیشتر از 500 تومن آب میخوره 100 تومن بیشتر از 500 تومن میکنه 600 تومن پس یه کارگر با قول تو فعله اگر کارگیر بیاره باید مزد 2 روزشو بده یه دونه مرغ بخره تازه اگر گیر بیاد مرغ بله؟ اما اینجا فعله با 1 ساعت کار میتونه یه دونه مرغ بخره یه ساعت؟ ساعتی یه مرغ؟ بله با یه پس چمچاب کوبیده یه ساعت کار بکنی یه چمچاب کوبیده میخوره آخ ساعتی یه چلکوبا بگویده آخ مگه فعله موزی شنده اونجا ساعتی 5 دلار حالا با دلار 150 و 160 خودت حساب کن چقدر میشه موشی رو گذاشت حالا بیا دوباره خط تهرونی بگیر اونم با این شلوغی در حالی که همه دارن به فک و فامیل تلفن میکنن تبریک میگن ایداد نذاری یا میخوام یه تیکه از برنامه های تلویزیونی که الان داره پخش میشه برات بذارم گوش کنی گوش کن خون پاک عاشقی در کان ماست ریشه این عشق در ایران ماست هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز باد آخه خوشت اومد شناختش کیه؟ حاجه آقای ویگه ندیه شاد اومد میخوند آره چه خوب یادت مونده ای بابا ما خودمان شاد اومد نشدیم اما دیدیم چجور شاد اومد میشن که تو هم میشی خدا رو چی دیدی؟ شادم امسال هم سال تو باشه که شاد اومد بشی نه امسال هم سال ما نیست سال مرغ سال مرغ بالاخره سال مرغ هم مردم میتونن شاد اومد بشن نه تو علی آباد دیگه کسی شادوماد نمیتونه بشه چرا؟ مولا علی گفته تو این آبادی دیگه شانه واسشه کسی حالا یا شادوماد یا هر شایریه اینقدر حرفای غیر نوروزی نزن پسر به حاج آقای ویدین بگو یه آهنگ مولا دوماد بخونه اگه میتونه چرن نگو مولا دوماد که دیگه نمیشه شعر و ترانهی که توی ذهن مردم جا پیدا کرد یعنی شد جز فرهنگ عمومی دیگه خیابون و محله نیست که هر کسی بیاد سر کار به میل خودش اسم و رسمشو عوض بکنه میتونه بخونه حاج دوماد اگه نمیتونه بخونه مولا دوماد باش بگو حاج دوماد بخونه خوش به حال حاج دوماد بارکلا این یکی دیگه جور در اومد بهش میگم باشه اینجوری اگه بخونه صفحه های شادومادی که جمع کردن دو مرتبه میتونه بیاد به بازار به اسم حاج دوماد حاجی هم تشویق میشن صیغه های بیشتری میخونن اون وقت خود حاج آقای ویگن هم به عروسی بیشتری دعوت میکنن
این آهنگ و یه گروه از خوانندگان زن و مرد دست جمعی با هم خوندن، آهنگ مخصوص نوروز این تلویزیونی که ما الان در برنامه پخش میکنیم ازش. در این شعری که میخونن سعی کردن دلتنگی ها و آرزوهای ایرانی های دور از وطن رو در سال جدید بیان بکنن. متوجه هستی که؟ آه مرتفدم بلا نسبت خر نیستم که قصه دارن دیگه، خوش به حالشون. چی؟ خوش به حالشون که قصه دارن؟ آنیه خوش به حالشون. آدم شکمش سیر باشه، دور از مملکتش باشه، دلش برای مملکتش تنگ بشه، مخصوصا اگه شکمش هم سیر باشه. نه والا بخواد آدم وقتی تو مملکت خودش باشه دلش برای مملکتش تنگ نمیشه، مخصوصا اگه شکمش گوش نباشه. آقا باز جو غیر نوروزی شد، اما آهنگ شرنگ تخته بذارید بهتره. مثل نظر گوشی رو دوباره زمین. نه نگهش میدونم. تو چیه؟ چه اتفاقی دوست داری در سال تازه در زندگی تو رخ بده؟ این سالای بی رفت چیه تو از آدم میکنی؟ آدمی که دیپلمیه از این سالای بی رفت میکنه؟ نفهمیدم این سوال بی رفتیه که میپرسم خواستی دل تو در سال جدید چیه؟ یعنی تو نمیدنی؟ بعد این همه سال که ما رو میشناسی هنوز نمیدنی ما چه آرزویی دارم؟ میدونم که میخوایی دوباره پای لیلا رو وسط بکشی، اما بابا اون یه آرزوی کهنه است، یه حرف تازه بزن عزیز من. گفتم حالا که سال مرغه، سال مرغ که بدتره. تا الان از هر خروسی به فرسی چه آرزویی داره بهشت میگه دوست داره قاطی مرغا بشه. حالا ما نخواستیم قاطی یه عالم مرغ بشیم، 10 تا مرغ هم نمیخوایم، 4 تا مرغ عقدی هم نمیخوایم، 7-8 تا مرغ صیغه هم نمیخوایم. بابا یه دانه مرغ که رارضای خدا توی عالم روزگار به ما میرسه که ما فقط هوای یه مرغ توی دلمه، مرغ دل ما اسمش لیلایه. اصلا بذار یه آهنگ برات بذارم. با دام بالا دون بولم سر ما رو نمیتونی شیر ممالی، لیلا واسه برای ما جور بکنی. بابا آهنگ لیلاست، لیلا خونده، تو گوش بکن. آره آشو چشم بهاران بر خزر شد صدف آخانی در رو پر دشت ارجن باز هم بیدار شد از شقایق دامنش گل نار شد. آخه خوشت اومد، حال کردی؟ این هم اسمش لیلاست. خیلی هم از لیلایی که تو عاشقشی خوشگل تره. صداشم که شنیدی چقدر باحاله، برم باش صحبت کنم، برم تا شوهر نکرده خواستگاری. بابا دست بردار، اون که زن یه دهاتی نمیشه که. یه چیزی بگو بگنجا. چرا نمیشه؟ نادیدی شد کار دلی که این حرفا رو بر نمیداری که. تازه این روزا شوهر همچین تو دست بالم نریخته، به علاوه دهاتی و از غذا همچین شوهره قبراقی هم از آب در میان. آخه ما عاشق دختر کت خداییم بابا، اگه قرار باشه هر عاشقی بره یه زن دیگه بگیره عشق و عاشقی ور میفته که، دکان عاشقا تخته میشه که. نخه حالا ناله های پرسوز و گداز شروع میشه. یه آهنگ شاد بذاریم. تقصیر من، تقصیر من. اصلا بگذاریم از عشق و عاشقی. از قدیم گفتن شکم گشنه عاشقی سرش نمیشه. نمیفهم تو چجور آدمی هستی که هم همیشه گشنه ای هم همیشه عاشق. عاشق گشنه هم دیگه چیکارش بکن؟ فعلا فکر شکمت باش، مگه نگفتی سال مرغه؟
از هر چه بگذری سخن مرغ خوشتر است. گفتی ننه آقا ازت خواسته بری مرغ گیر بیاری، تو هم چون مرغ و خروسای بهرو میارن شهر به عیون رو میفروشن اومدی شهر. با این همه من معتقدم باز توی آبادی خودت بهتر میتونستی مرغ گیر بیاری تا توی شهر به این بزرگی. چی میگی بابا؟ تو که اصلا حالید نیست که اهل آبادی اینقدر که مواظب مرغ و خروساشن ها مراقب جان خودشان نیستن. خون وفا میکنن اگه به مرغ و خروساشون کسی نزدیک بشه. میخوای حالا سر یه مرغ شهید بشیم بریم دنبال کار ما؟ حالا توی شهر چیکار کردی تا حالا؟ مرغ گیر آوردی؟ دهنه بازار یه جا سرام گرفتم، مرغا رو چیدن کنار هم توی مجمع این دسته گل. چه سراسینه ای، چه فرافاچه ای، تمیز بیمو سفید. مرغا رو چیدن کنار هم لخت لخت بیهجاب بیهجاب. من نمیدانم این حجت الاسراف و المفسدین ها چرا این مرغ فروش ها رو نمیبرن منکرات یه شلاقی بهششون بزنن. والله خدا این حیوانات زبان بسته همه چیشون فیدایه که. خیلی خوب خیلی خوب، تو دیگه برای ما خشک مقدس بازی در نیا. به جای اینکه برای مرغ فروش ها سوسه بیای چشمای خودتو درویش کن. چیکار داری اینجور به پایین بالای حیوان ها نگاه میکنی؟ به حیوان جماعت که آدم نباید به چشم بد نگاه بکنه که. تقصیر این ملالیه، یه حرفایی میزنه که آدم فقط به جاهای بد هر چیزی نگاه میکنه. خب حالا مرغ خریدی برای ننه آقا یا نه؟ ما خریدم، از کجا بیارم بخرم؟ روی گنج خوابیدم. پس بخواه چیکار کنی؟ منتظرم غروب بشه یه شلوغی دهنه بازار را بیفته خرتو خر بشه بلکه تن بتنم یه کاریش بکن. چه کاری مثلا؟ ندازدم دیگه، یه دانه مرغ چش برم، چاره دیگه ندارم که. چرا مزخرف میگی پسر؟ هیچ از تو چنین انتظاری نداشتم. به دزدم یعنی چه؟ مگه تو دزدی خدای نکردی؟ تو تا حالا هر کار بدی که کرده بودی دزدی نکرده بودی. خب حالا میکنم، چاره ندارم که. اصلا فکرش از سرت بدر کن. میدونی اگه گیر بیفتی چی کارت میکنن؟ چهار تا انگشت تو قطع میکنن. حسابش بکنم وقت چهار تا انگشت نداشته باشی، وقت بی انگشت میخوای چیکار بکنی؟ میخوای چجوری جنگ بکنی یا از خودت دفاع بکنی؟ تقصیر این ننه آقای دیگه، پاشه کرده تو یه کفش که چون سال مرغه الا والا باس مرغ برام بیاری. حالا شانس آوردیم سال گاو نیست، والا باس میرفتم براش گاو میامردم. اون حتما منظورش این نیست که تو بری دزدی کنی، داره سر غیرت میاره تت که بری کار بکنی. حالا که به اصطلاح شدی مرد خونه، با کار و زحمت ازش نگهداری کنی، خورد و خوراکشو براهم بکنی. بهش میگم ننه آقا فارسال که سال میمون بود مگه تو گوشت میمون خوردی؟ بنده خدا این همه سال داری نون فنیر میخوری، امسال هم بخور خبرت دیه. گوش کن ببین چی میگم، خوب به من گوش بده ببین چی بهت میگم. تمام روزهای سال به خصوص در ایام نوروز تمام بچه‌ها باید به بزرگترها مخصوصا به پدر مادرها احترام بذارن و از به کار بودن کلمات زشت و حرفهای بیادبانه خودداری. باردم برای کارت. بزرگترها چی؟ بزرگترها نباس به کوچکترها و زیر دستا محبت بکنن؟ نه؟ نباس اقلکن یه ایدی چیزی بهش به آدم بدن؟ تو چرا خبرت به ما یه ایدی چیزی نمیدی؟ آخه یه رخت و لباسی، یه کت و شلوار، یه لیلایی. خانم تو دست بار شما آهنگ بشتن و بارو بندازی که پیدا نمیشه. چیزی نمیتونی برای کسی بفرستی؟ چرا؟ به لیلا بگو ای بی وفای پر جفا. اگه نه، غیر از لیلا، غیر از لیلا، دیگه حرف لیلا نباشه. چرا داد میزنی سرم؟ میدونی چیه؟ اصلا لازم نکرد به ملت ایران پیام بدی. خب نمیدونم،
منو بگو که دارم چنین افتخاری به تو میدم. خب اومده، حالا که پیام نمیدی اقلا از تماشاگران خداحافظی کن مثل آدم. نه همون پیام که بدم باز بهتره، از خداحافظی خوشم نمیاد، خداحافظی دوری میاره، جدایی میاره. خیلی خب غم انگیز نشو، پیامتو بده به عمو صدام بگو که چی بگم؟ به عمو صدام. عمو صدام نمیشناسی؟ صدام حسین رئیس جمهور عراق. بگو میخوای پیام بدی؟ ها بهش بگو عمو صدام سر جدد یه جنگی دوباره را بنداز، بلکه تر اینا دوباره این ما فقیر بیچاره رو بفرستن جنگ، یه جیره مواجهه چیزی بهشون بدن. والا یه رخت و لباس، یه کمک خرجی، یه کوفون قند و شکری، یه نفت و زغالی، یه برنج روغنی، یه خمیر و منشنی. یه پسر خجالت بشه، دیگه برای من آبرو نذاشتی. اصلا جو نوروز باستانی رو با این حرفای مزخرفی که گفتی چنان خراب کردی که دیگه با هیچ آهنگ شرنگ تقریه نمیشه درستش کرد. در این ایام سعید و فرخنده باید آرزوی صلح و آشتی کرد، باید آرزوی دوستی و برادری و برابری کرد، باید از خداوند نعمت و برکت خواست، باید دعا کرد تا مستکبرین به راه راست هدایت بشن و دنیا رو تا این حد برای مستضعفین ما را دنبال کرد. از این چرت و فرتایی که تو میگی صبح تا شوم دارن تو رادیو و تلویزیون اینجا برای ما ولغور میکنن، هر جا بری از همین حرفا تحویل ما میدن. تو دیگه لازم نیست خیرسترت از اون ور دنیا برای ما منبر بری. حجت الاسراف و المفسدین ما خودمان کم نداریم. ای بی حیای بی چشم رو دارید به من؟ باره بابا دامت خره. حجت الاسراف و المفسدین ما خودمان کم نداریم. اما آی سمد سمد آقا نخه جب نوروز خراب شد، آهنگش رنگ تخته بذارید. سال بعد یعنی نوروز 73 بازم دمدمای عید که شد جام جام آمد سر وقت من تو سمد رو براشون جستجو بکنم. دوباره با خانم لیلی احمدی دست به کار پیدا کردن سمت شدیم، اما این بار جایی پیداش کردیم که برامون غیر منتظره بود و در حال انجام کاری که اصلا به فکرمون نمی‌رسید. جرجقه های پارسالی اون دوتا آخری که سمد آقا توشه آه حالا این شوها
حالا این درست شد، حالا شدیم مشتری مدربیت پدر مادر دار. بیا 3,700 تومن. دست در نکنه سمایه باشه، ایشالله که عید امسال بهتر از پارسال باشه. این آقام سلام برسون. باش میگیرم این چی مشهد میگم اگه خرفه این پاسدار ماستر گرفتن گفتن این خاصه دار از که گرفتی این چی میگی؟ با جناب خود آقا سمایه آقا حالا اینجا دیگه ما شدیم آقا همچی که صحبت وزن وزن رو میگیر میگیره ما مور دارد آقای ما نمیره. بعد چی میگم سمایه آقا؟ داری حالا بگی اگه اسم ما رو بیاری که کاسه دار ازشت میگیرن. یه نشمه هم باز بهشون بدی، نشمه هم که بهشون ندی یه شلاقی باز مخوری اقلا خب نگی بهشون دیگه. آره خیلی برمیشه این سراغ تو به جمع قاچا نه با پشت ما قرصه هری به ما که نمیشن که فوقشی کاسه دار دوباره از تو میگیرن میارن میفروشن به خود ما که ما دوباره بفروشن به خود شما. شما با اونه هم دست شدی؟ اگه ما باهاشون هم دست بدم یا بدم مثلا راچه ها نشان بدم من نگه خدا راچه هایی که ما نشونه هدی اگه هم تو نگم که بهشون که همچی خریدن که دست اصلا هم بر نمیدارم. آه باست میگه از این مولعلی خریدی مولعلی علی آبادی از ما خودش هم قاچاق میفروشه. نه ما میدیم به ما براش بفروشیم اما اگه اسمشو بیاریم میفهم بر خودی ورد میکنم. باشه خمد آقا درد جم خدا به نقار رو برای دیگر بده. جای عوضی میکنی خدا این آقا رو برای ما نگه داره نون بیارش منو خدا اونو نگه داره که بعد نونی که ما بیارم بخوره دقیقه میگو خدا مونو برای این آقا نگه داره که برایش نون بیارم. خدا هر دو تونه برای هم نگه داره. ها؟ حالا این شو ساکو. چه نگاه کاسته.
جمع است، روش نوشته جام جم. اسم چرتقه خرید فروش میشه سرکار، شما برو بگو جام جم. اگه بهتون فروختم تا میگی جنازده گوشی دست رو برو رو بیافری. آخه سرکار حرف نباشه، این همه ارشاد داره واسه شما پول خرج میکنه، نوار تهیه میکنه، وقت شما میدین دنبال نوارهای مبتذل و استکبار، میدونی اینا رو چی آخار میکنه؟ خیلی دست همین هم بطمان عزیز خواهی جسی نه، اینا زده انقلاب هم دشمن امت ما. دست من قدوم این پسر خالو داریم، این هم میدون از همین تلویزیون رو فیلم برداره، خیلی هم مملکش رو دوست داره سرکار. آره خیلی از بطانهای اونجا تو خط خود ما، اما آخه تو صاف رفتی دنبال کسی که حرف بودار میزنه. همین هنرمندای ما میرن اونجا برای همین طاغوتی ها و ضد انقلاب و فراری کش به قول شما میگین برنامه ایجا میکنم، بذاری سالی مایی ما هم یک اون نوار از اونها ببریم خونه یه حالی بکنیم، شب عید قربونه کنم. شب عید و شب غیره نره، جرم همیشه جرم، مسجد همیشه مسجد. آره به جون شما توبه میکنیم، بعد عید دوباره توبه میکنیم. این کار توبه بردار نیست، این نوار ها توقیف خود هم بعد تو منکرات معلوم میشه. را بیا اگه خرید نوار تو اونه و فروشنده جونش بیشتره، چون چه نمی سراغ و فروشنده اصلی همین مولعلی علی آبادی. چه؟ داری به مولعلی تو حال میزنی؟ من خودم دیل و خریدش از سمن سمن آقا سمن آقا سمن آقا سمن آقا من اشکر من داری خودش هم میگه میشناسده، از کجا میشناسده؟ این نوار مبتذل بهت فروخته دیگه. سرکار ما بهش نفروختم که، این ملاعلی به ما سفارش داده بود، ما سفارش ملاعلی رو رد کردم. ملاعلی چطوری به سفارش شده؟ با دستخل؟ چطوری دستخلش خوندی؟ با کدوم سوا؟ سرکار پیغام فاسخان برای ما فرستم. برای ما بهش پیغام داده بودیم. پس هر که بهت پیغام بده بهش چرس میفروشی؟ نه شاید یه دسته شده بود. آخه سرکار این اسم شب به ما رد کرد. پیزا پیغام رمز من بهش داده بودم. آه این ده پیغام رمز چی بود؟ خب بگو ما هم بدونیم. بگو بگو همون که همون وقتی بهش بگویی همون که گفتی دنیا رو ببین چه فیسه مثل کافر رئیسه. از تو نپرسیدم، خودش بس میگفت. آقا سرکار این که نمیتونه به شما بروز بده بنده خدا که دیگه شکنجه هم میکردیم به شما نمیگفتم. مولعلی گفت فقط به سمت بکن. سمت آقا بیادم بی تربیت سرکار خاصه سمت بکن. نه نه سرکار بشه سمت آقا جا سمت جا. الو الو خیلی چه فیسه؟ الو الو دنیا رو ببین چه فیسه بگوشم کد بده بسه با تو کار دارم. سمن چی با ما کار داری؟ بگو نیست آره بالا گرفته خواستنت پای بیسیم. بیسیم و دوست دارم میگم از بالاست، اسم شب دادم، حتما میخوان جنسی چیزی براشون برسونی جایی. بیسیم و دوست ندارم بهشون بگو. آدم اصلا انگار حرفش باد هواست، انگار هیچ جا وصل نیست. حاج آقایی پسره داره بازی در میاره، شما اگه کاری داریم بفرمایی خودم. چشم حاج آقا رو تو که چشم اصلا میگم اگه حرف نزنی باز جلبت کنم. میخوای شبه ایدی کار به این رسه خوده؟ میگم از بالات. آقا این بالا مالایی ها چرا بزنم آقایی پای مالایی ها زندگی منو بکنیم خبر مرگ ما. خب شبه ایدی باز سر رسته شکاسبی بکنیم نه؟ خب بده من برات میفروشم. آره الو توفان رو تبیاد ای سرکار، این باور جوشی کردی داره اخه تو پشو میدازه به ما. خانم جا بیا باش صحبت کنیم، بیا شما باش حرف بزن، بذار من اعصابم یکم آروم بشه. ابا آقای صیاد یه لیوان آب بخورین، چه زود جوش آوردین. صبح تا بالا از چند تا خانه راستم گذاشتیم، به چه آدم هایی متوسل شدیم، به کجاها متشبث نشدیم تا بیاریمش روی خط. حالا بیا حرف زدنش رو گوش کن. بیا دیگه. سمد آقا سلام. بله سلام، عید شما مبارکه. عید مارم عید مارگه
تا کی در میان؟ جغجغه چیه صمد آقا؟ ما جامع جمعیم، تلویزیون جامع جمع، نه جغجغه. این جماعت ها برای همه چی حرف در میارن، فوری هم بیجانه میگن. آخه اینا نه که شما پارسال جیغ و ویغ زیاد کرده بودین تو فیلم عجق و عجقی که پارسال در آوردین، اینا اسمتان رو گذاشتن جغجغه. حالا من گوش رو میدم بابای صیاد بازم با شما حرف بزنه. این سید آقا هنوز زنده یه؟ گفتن زلزله اومده فنافلش کرده که آره گیرم یه چنین مزخرفی هم گفته باشم. اینجا یه خوشحالیه برای تو؟ آخه اینجا یه رادیو تلویزیون ها میگفتن که شما همه تان سربنیز شدین، داشت نداشتتان رفته زیر صد خروار خاک، تمام خانه هاتون خراب شده. ها گفتن که همه تان فنافله شدین رفتین به کارتان. هر کم که زنده مانده نه آب داره نه برق داره نه نان داره نه چلوکوا. اونایی هم که زنده ماندن میگن همه سر به بیابان گذاشتن، دارن این شطور خار بیابانی میخورن. شما ها رو ساده گیر آوردن. اینا رو میگن که شکرگزار وضعیتی که دارین بشین. اینا رو میگن تو از بلاهای ارضی و سماوی که به سرتون میاد گیر گذاری نکنی. خیال کنی جاهای دیگه به مراتب بهتر از اونجاست. خب حالا از خودت بگو چیکار داری میکنی؟ قاچاق میفروشم. چی گفتی؟ درست شنیدم؟ قاچاق گفتی؟ فورتشه فور مداخلش زیاده. تو هم اگه وضع ناجوره با بیا ما اینجا خودم دستبالتو بند میکنم. اون نمایش های سطح یقاس چی اونجا سرهم میکنی؟ بیا ما اینجا ببرد میشه مولالی به جنس بده. مایه از اون کارت تو مایه از اون. تو که برای ما هیچ کاری نکردی که بنده خدا. بذار ما بیا اینجا زابرت بشم برکتن توف بردت بیاد. چرا اینقدر اخه توف میکنیم؟ بیتر بیاد. ما خود ما دارم برات کار جور میکنم. وقت تو دیگه حرف نزن. گوش بده به من پسر، این کار خیلی خطرناکه. میدونی از سال گذشته تا به حال چند نفر رو بی دلیل و با دلیل به اسم همین قاچاق سرشون رو زیر آب کردن؟ به ما کار ندارن، ما برای خودشان کار میکنن. من دیگه چطور جلوی سر و همسر سر بلند کنم؟ بعد از این همه سال، این همه مراقبت که تو به بیراه نیفتی، باید از کار قاچاق سر در بیاری. نن آقا میدونه بنده خدا، تو میدونی هر جوانی که تریاکی بشه، به هروئین معتاد بشه یا به چیزای دیگه، نفرین مادرش گریبان تو رو تو عبد میگیره. میدونی؟ نه آقا ازشم قول گرفته که فقط توی کار اسک و ویدیو و اینجور چیزا باشم. گاهی هم میرم تو نخ سیگار، فولش خوبه و داخلش زیاده. اونجا بیستون چنده؟ نه اینجوری نمیشه، باید از اونجا بیارمت بیرون. اخرنا پولاتو جمع کن، وقتش که شد هر دوتون رو خارج میکنم. هر دوتون هم تو رو هم ننه آقا رو. چقدر پول جمع کردید حالا؟ کی؟ ما پول جمع کردم؟ نه خدا به سر شاهده. از کجا؟ پولا این داره که خیر و برکت نداره که. آدم کار قاچاق هم بکنه باز آز و پاس باشه؟ خیلی باید حالو باشه آدم. بابا آخه تو جیب ما نمیره که، تو هم صاف و ساده بیا. همش تومنی دو دارش به ما میرسه، بقیهش همش میره تو جیب این ملا علی. خب مایه از اونه، نه مایه از اونه دیگه. خب همون تومن دو دارم میشه 20%، اگه مبلغ بالا باشه کم پولی نیست. آخه یک قرانش هم باز بدم و همین فاصله که هوای کار ما داشته باشه. تازه پول نهار و سیگارش هم از ما تیغ میزنه نکبت. خودم هم خرج دارم، نه هرچی در آوردم پارسال تا بال همه رو خرج دوا درمان این لناقا کردم. خودم فقط چند فرس چلوکوا خوردم، روزی چند فرس. اولا این چند روز عید و دنبال این کالا رو ول کن، برو پیش ننه آقا، تنهاش نذار اونو. نگفته برای چیزی بگیری؟ نه شارت آوردیم، امسال سال سگه، ننه آقام گوشت سگ دوست نداره. برو یه هدیه براش بگیری، یه قواره پارچه، یه کاسه نباتی، چیزی. همه پولا رو نده بالای چلو کباب، جوخ بگیری. ها به ننه آقا از قول من سلام برسون، سال نو رو تبریک بگو، از طرف من ببوسش. تو هم از قول ما اون خانمه، اون خانم ببینی اون خانمه که فارسال تو جغجغه باش حرف میزدی، این همون خانمه است که بابا داشت حرف میزد؟ آره خانم لیلی احمدی. چطور مگه؟ او
خوب بود اسمشو لیلا بذاره بابا، لیلی لیلا بذاره ما دلمان یه جوری خوش بشه اقلا. لیلی آدم یاد لیلی لیلی حوزک میدازه. صداتو شنیدم صمد آقا جون. باشه، اسم من لیلا، اسم من برای تو یکی لیلاست. روسش نکن، دست از سرت بر نمیداره. خیلی خوب، خدا حافظ دیگه. میمی لیلا، لیلی میگم که چیزه، نمیشه یه ما چیرت بکنی بابت عید مبارکی. من خودم از طرف تو باش عید مبارکی میکنم. نه تو نه، بشوگو اگه به ما ماش نمیخواد بفرسته خب نفرسته، اما به تو هم نده، به تو هم نده. قطعش کن. این وقتی بیافته رو خط پر روی دیگه هیچ بشری حریفش نیست. اما بالاخره یک نفرم پیدا شد که حریف خود شما بشه. من ندارم، از کجا بیارم؟ آخه خودم مونده بی سیگار. من میخواستی نرف میشه همشا. آخه چه میدونستم که دیگه سیگار نداری؟ حالا نداری جونه من یه دونه ما بدی؟ بابا ندارم. سهم خودم رو برداشتم. ترافیکم میگم دارم میرم سر کار. اینجا الان صبحه. میگه اونجا صبح، اما اینجا شبه. اونم چه شبی؟ سیاه. اینه زغالخته. سیاه. خب دیگه اختلاف زمانه، این طرف صبحه اون طرف شبه. بس شما که نمیخوابین؟ راست میگن این آمریکای جان خواب همشش برعکس ما. پس وقتش میخوادی نگه. تو چو میگه زرف فرف میکنه اینجا؟ بسه حرف دهنه ده بفهم. حرف دهنه من بفهم. سمد آقا با کی نبیجه رو بحث میکنی؟ این سرکار جان برکف اینجا خودشو به خودی به خدا آرش میکنه. نمیتونه ببینه دوتا آدم چیز فهم با هم حرف بزنن. هی پاورنه میدونه وسط حرف با خانم سمد میکنم. من فقط خواستم این سمد بی خودی رفت شما رو نگیدیم. سمد آقا بله؟ بنده عباد. چطوره دارین به حرف ما گوش میکنیم؟ اصلا تلفن خصوصی من چطوری دست شما افتاده؟ راستش خواستیم از این آشنایی که با سمند آقا داریم یه استفاده کوچولو کرده باشیم. یعنی که فکر کردیم ممکنه رابطه نباشه با خودمون صحبت کنیم. اتفاقا درست فکر کردیم، مخصوصا الان که در حال رانندگی هستم و دارم میرم سر کار. سمند آقا اگه با من کار داره شماره دیگه بهش میدم. داریم شماره هاتون بل؟ هم منزل رو داریم، هم محل کار رو. ساعتی کم نشده. خیلی پیش الو، بیدی میری خوبشو تنگ کردی؟ کی تنگ کرده؟ ما تنگ کردم؟ آنه بیمانه بکن ما خرخورم میگوزی چه بکنم، هم بهشون بیدی.
الو چطور شما؟ جدی میگی؟ همین امروز؟ نه با اصلا باورت نمیشه من توی ماشینم هم دارم میرم سر کار. خب از اینا هر چیزی برمیاد تلفن خصوصی من خود فقط نداری؟ آره فقط من ندارم. نفلات میگی؟ ندارم بگی خودت داری میگی من تلفن خصوصی تو رو ندارم. اون وقت وقتی خود من اینو میگم میشه نفلات؟ آقا یه جور میگی فقط من ندارم اینو همه دارم دارم من. خب بده شمارت من هم دسته بسن باشه از دور منشه از پاسدارای جمهوری اسلامی همیشاری که نه درسته که هم سکر هست محضه تا مهنا روابط نیسته روابط که معلومه دارم منطقه حسنه نیستی روابط دلیلش هم همینه که وقتی سمد و وسیع قرار میدن باسه تماس میدنم به جایی که با خود من تماس میدنم. این هم هستی داره خیلی خوب دسته که یعنی رو زنی دارم میرم اصلا با شما ارتباط برقرار کنم. اما برای من جالبه که بدونم که رو باسته تماس کردم. خیلی خوب، حالا اگر نمیخوایی به پاسدار ماسدار رو رابطه داشته باشی اقلا با خود سمد گرم بزنم ازش در بیار که بدونی منظوری که چیه از اون به اصطلاح توی استفاده که از سمد کرد. سمد آقا چه رو نمیدی؟ چه دیگه دور دیدی؟ تو دیگه چه دیگه دیدی کنم اگه تماس گرفتم منو در جریان بزنم. خدا زیر در اتاق به محض اینکه اومدم توی راه رو اصلا هیچ کس نبود مثل اینکه این دست غیبی نامر انداخته بود تو آفیسم. آره باید مراقب این دست های غیبی بود بعد جوری اون میذارن تو کار آدم. اصلا حوصله شوخی ندارم باید فوری ببینم ات. تو نامه چی نوشته؟ چند تا پیشنهاد بهم دادم. چند تا؟ پای تلفن میگم شاید باور نکنی تو به چشم خودت نبینی باور نمیکنم بعد از هم ببینم. خب میخوای بیام آدرس ندی یا ممکنه تلفن خودت هم تحت کنترل باشه بیرونه رو نو. اگه وحشت برای داشته اینقدر چرا به 911 تلفن نمی کنی؟ به بر نامره داده پولیس؟ ممکنی این کارو بکنم اما میخوام همش با تو مشورت کنم. یک قرار بذار بیم در ببینیم آچه قد دارون فروشی میکنی؟ بیم هم اونجایی که سوپ قارچ خوبه چطوره؟ سوپ قارچ؟ برو بشین اومرم سوپ قارچ بدم نیست تو این هوا میچست. در شهر به شما پیشنهاداتیش بکنی اونم چجور؟ از چه مایه هست آن این پیشنهادات؟ بذاره نمان بگم شاید بخونی آنه بگم تو بگم نه؟ بیا پلیز ما چه سفا بگم؟ از فاسو من با چکم داره؟ مدرم خیلی خوبه بخت فسابه باشده دختر الله چنافه بکر
یکی از روحانیون مبارز که از مقامات بالای مملکتی عاشق شما شده و حاضر از شما رو عروس خودش بکند. اینم تازه بد نیست. میتوانید با حقوق بالا در شبکه تلویزیونی مهتاب مشغول کار شوید. Why not؟ حقوق بالا، مقام بالای مملکتی، همه چیش بالا است. کارت بالا گرفته حسابی. پیشنهاد سومش مربوط به شما میشه. بله درسته. نوار ویدیویی در جستجوی سند را این دفعه طوری بسازید که هم برای شما نفع داشته باشد هم برای ما. مثلا بقیهشو بخون. هر کدام از این پیشنهادات را که پذیرفتید می توانیم روی شرایطش مذاکره کنیم. تا تلفن بعدی ما به شما لطفاً تصمیم خود را بگیرید. خب آپشن سوم که مربوط به شماست. شما باید تصمیم بگیرید در جستجوی سند چجوری ساخته میشه. حالا من نمیدونم چطوری بشه ساختش که هم منافع اونا تأمین بشه هم منافع ما. باید به پیشنهاداتشون گوش بدم، شرایطشون ببینم چیه. آپشن اول که عملی نیست چون بنده شوهر دارم. من اونا حتما اینو میدونم. بهتره به پیشنهاداتشون گوش بدم ببینم نظرشون چیه. وقتی که به نظر شوهر دار پیشنهاد میکنم که عروس بشه لابد به نظر من در این مورد هیچ احتیاجی به تصمیم گیری شما ندارم. راهنمایی شما هم احتیاج ندارم. خودم به موقعش خیلی خوب میدونم چجور جوابشون بدم. ظاهراً برای پیشنهاد دومه که خواستی منو ببینی. همکاری با تلویزیون ماهتاب. تقریباً. به خود شما تا حالا پیشنهاد کار ندادن؟ چرا به من پیشنهاد دادن؟ اونا شبکه تلویزیون رو ننداختن که برای من و امثال من امکانی فراهم بشه. برعکس این کاری کردن که اگر امکان کوچکی هم برای من و امثال من هست از میون بره. این دیگه اغراقه. یعنی ممنون همه پول خرج بکنن یه شبکه تلویزیونی سراسری توی تمام آمریکا رو بندازن که هدف اصلشون کساد کردن کار امثال من و شما باشه. مگه ما چند تا هستیم؟ من نگفتم هدف اصلشون اینه. هدف اصلشون البته گشایش در باغ سبز به روی ایرانی خارج از کشوره و مثلا نشون بدن که مملکت در امن و امانه، همه چیز رو به رونق و پیشرفته، مردم دارن در صلح و آسایش زندگیشون میکنن. اگه مملکت در حال امپریال باشه که هست، اگه مردم از فشار زندگی و سختی معیشت رو به ناامیدی باشن که هستن، اگه زنان با فرهنگ مترقی مملکت خودشون به آتش بکشن، هنرمندان نویسندگان شعرا زیر شکنجه جون بدن، یه آخوند فکری میاد روی پرده تلویزیون، انگار یه نفرم بهش گفته کدوم شیر پاپ خورده، گفته نمیدونم که حتما باید بیننده تلویزیون لبخند به لبش بشه موقع حرف زدن. بله خانم ها آقایون، یک کتاب به تازگی از چاپ در اومده، پر از منظره های زیبا از شهر زیبای اصفهان. وقتی آدم ورق بزنه حظ میکنه از این منظره ها. یعنی که میگه امروز یه مصاحبه ما براتون داریم از استاد رقیق القلم که هنوز به سبک و سیاق سابق با قلم تراش به قلم نون تراش میده. و وقتی که قلم درشت رو میکنه توی لیتیل مرکب و میذاره روی کاغذ مینویسه، خش 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 این کاغذ صدا میده، نگار که داره برای شما ابو عطا میخونه. نکبت حالا من تلویزیونم برنامه اینا رو نمیگیره، ولی خیلی از دوستان بهم گفتن، کسایی که میبینن برنامه شما، که برنامه اینا از خیلی از برنامه های تلویزیونی ایرانی دیگه اینجا خیلی بهتره. مکانات مادی و فنیشون بیشتر. حالا از لحاظ مصابات اگر بخواهی چکلی خواهی دید که همین اطلاعات که در خارج در میرن یا کیهان هواییشون اگر اونا از مشروعات خارج از کشور بهتره تلویزیونشون رو بشه. ولی تلویزیونشون اینطوری تبلیغ مستقیم برای رژیم نمیکنه. از برنگیشون میدونن که اکثرون خاموش میکنن اگه تبلیغ مستقیم بشه. اولا اینو میدونن که عمومی خارج از کشور اکثرا با رژیم مخالفن اگه همشون نباشه. من رو برمی که از ایران حرف بزنیم به فجایی که انجام شده یا داشت شده که انجام شده نیم شده نکنیم طریق دیگه طبیق غیر مستقیم هست که اصلاحش بیشتر. ولی عجیبه که به من پیشنهاد کار دادن. من فکر کنم دارن روششون احتمالا عوض میکنن، چون اینطوری که من شنیدم بیننده زن تا حالا نداشتن توی برنامه تلویزیونشون. قبول کن لااقل برای شنیدن شرایطشون هم شده قبول کن. میترسم تو مذاکره ازشون رو دست بخورم. آخه شنیدم خیلی افغانه. بعدی مثل فورم جواب مثبت بهشون بدیم. اونو بعدش فکر کنم.
بعد منو در جریان بذار اگه البته خواستی. اصلا چطوره تو فردا بیای دفتر من با هم دیگه باشون یه کانفرنس کار بذاریم؟ چه فکر می‌کنی؟ اگه من باشم ممکنه حرفش رو راحت بهت نگم. اصلا مجبور نیستی باشون حرف بزن که بفهمن تو اونجایی. میتونی روی خط بمونی گوش کنی ببینی چی میگن که بتونی من کمک کنی. باشه اگه که باشون صحبت کنی سندم حتما روی خط باشه. خیلی دارم میخواد بگم جک چطور حالت دستم باشه. سمد آقا جون. جان من دیروز با آقای پرویز صیاد تماس گرفتم بهش گفتم تو تلفن زدی. با اون آدم بخیل چرا گفتی لیلی میلی؟ اون حسودیش میشه اگه بفهم ما با هم اختلاط میکنیم. دیدی چه بلایی سر لیلا آورد که ما دیگه دستم بهش نرسه؟ یه بلا سر تو میاره با. نه بابا اون اتفاقا خیلی هم نگران حالتو شد وقتی فهمید تو با یه پاسدار به خط تلفنی با من در تماسی نگران شد که نکنه صمدم پاسداری بسیجی چیزی شده. دست بر قضا خیلی دلم میخواست پاسدار چیزی بشم. نان قاتل اون اول لکن روبرا میشد حیف که نان آقا دوست نداره بهشون گفته اگه پاسدار بشه آقلت میکنم. ما هم دیدیم هنوز آقا والده نشده روزگارمون اینه وای به این که آقا والدم بشه. پس رابطه تو با این پاسداره چیه؟ اون پاسداره چیزه اینجا این بونیه شریک ما ما شریکه نه که ما تو کارا قاچاقیم اونم با ما شریک شده. ای داد بیداد تو جدی جدی تو کارا قاچاق رفتی؟ چه کنم دیگه چاره ندارم که. میبینی؟ پس حق باشه آقای صیاد نگران حالتو بشه. بهش بگو باید دنبال کارش میخوام صد سال سیاه فکر ما نباشه. رفته اونجا با امریکای جانخار داره کیف عالم میکنه به ما میگه لنگش بکن. بهش بگو اینجا باس یا فاسدار بشی یا بسیجی بشی یا تو کار قاچاق بری و الا چرخ زندگی نمیچرخه. خب حالا به ما بگو یعنی به من بگو تو این تماسی که گرفته شده با من نقش تو چیه؟ اینا خودشان رو قاطی کردم با ما از پارسال نه که شما گفتی خاطر ما رو میخوای گفتیم حاضر لیلا بشی برای ما اینا گذاشتن تو کار ما که بذار ما این دیدی میلی رو بیارمش اینجا لیلاش بکنیم برات. اینا پس تو استفاده کردن از تو. ها اینا سود و استفاده چی هم؟ از عالم و آدم سود و استفاده میکنن اینا. بنابراین میشه حد زد حالا هم که تو داری با من حرف میزنی این آقای پاسدار کنار دستت ایستاده باشه. گوشی بده بهش بزن ازش چند تا سوال بکنم. به خدا خیرت بده این فضول خدا اصلا اول کار گوشی دستشه که داره به حرفای من شما گوش میده که. خانم سلام عرض میکنم ما اینجا موازنیم که این پسره با به شما با جسارت نسارت نکنه. کی؟ من که خوره بیچاک و دهنه. کی؟ فکره داره به حرفای لیلی میلی گوش میدی. اگه بخواه حرف ما رو گوش بکنی که تلفون هم دستت نباشه که میدنی گوش بکنی که بگو موضوع هم بیترویت هم اون ساچ و ساک هم مثلا حرف موقع زنی خط تو قطع میکنم نمیزنم با لیلی خانم صحبت کنی. و چی فرم بودی؟ اتفاقا خوبه که شما هم در جریان صحبت های ما از طریق کانفرنس کال هستین. ولی خواهش میکنم اجازه بدین صمد هم به صحبت های ما گوش کنه. اینا گوشو میذارم زمین. خوردی؟ همونطور که لابد میدونین من نامتون رو دریافت کردم. کی؟ چی؟ ما به شما نامه ننوشتم که. ما نوشتیم نامه نوشتیم لیلی خانم رو دعوت کردیم بیاریمشون اینجا. مگه قرار نبود بیاریمش؟ حالا یه دقیقه زبون بزنم بگیر ببینم خانم چی فرمایش میکنم. خب از آپشن اول حرف بزنیم. افشین که؟ اول میخواد با افشین حرف بزن. حالا از اینکه نقشه عروسی کشیده واسه من یه خورده بگی. والا راستشیش هیچکی نمیدارم واسه ما عروسی. والا ایشون مقامش خیلی بالاست. وقتی شما بعدا رو گفتی ما اسم و رسم شروع میکنیم. بهش بگو اگه بعدا رو بگه ما اصلا از خیلی لیلا میگذارم. این تلفن کار نمیکنه. این کار درست میشه.
گوشی ها همونجوری نگرد و بعد دوباره بس میشه. میفرمودین؟ گفتم من چطوری میتونم بله بگم نسبت به کسی که حتی اسمش هم نمیدونم؟ یعنی وقتی با اصل قضیه توافق شد خود به خود؟ شما هیچ میدونین داریم با یک زن شوهردار مذاکره میکنین؟ منش که مسئله نیست. چطور مسئله نیست؟ شوهر داشتن من مسئله نیست؟ اختیار داریم، شما که اگه اشتباه نکنم جز اپوزیسیونی باید خبر داشته باشیم. اینجور کارا تو اپوزیسیون بی سابقه نیست. بودن خانمایی که وقتی پای مصالح پیش اومد با توافق شوهر مربوطه به نفع داماد جدید با هم کنار اومدن. باشی لطفا داره مثلا به خانم مریم رجبی کنایه میزنه. بهش بگم فرض کنی من موافق. چی رو موافق؟ از کسی خلیفه میبخشی؟ من یه میشورم با صد تا رئیس جمهور عوض نمی کنم. بذار اول یه رئیس جمهور پیدا بشه بعد در عمل ثابت کن. با این بله گفتم پای تلفن که مسئله پیش نمیاد. همیشه میشه زیرش زن. بذار اسم طرف رو بفهم. الو؟ شوهر داره بگی نمیدونستی؟ ما از کجا میدونستم؟ بابا طلاق بگیره بابا. الو؟ بابا ده صحبت همینه دیگه. دارم رازیش میکنم. شانس ما رو میبینم. همه شوهر دارم. الو؟ ببخشین گوشم با شما. حالا فرض کنید من موافق. حالا بگین مقام بالای مملکتی اسمش چیه؟ میخواید تلفن خصوصی من در شده خدمتون ببرم؟ بابا ما تلفنم کنه که بود بده ما خودم باش حرف بزنم. بکنی تو نیخوابت نکنی تو این کار بچه پرو آدم که واسه زن گرفتن خودش اینقدر چکاچون رو نمیزنه که تو وارد نیستی چی بگی؟ حالا که موافقت نکرده میشه اینجا هر وقت موافقت کرد ما میدارم خودت باش صحبت کنی. میبخشین این سمت داره اینجا ساده آقا. راستی سمت کجاست؟ انگار دیگه روی خط نیست. گوشی رو گذاشته. آخه نه این که حالا خجالتیه پای اینجا حرفا که پیش میاد شرمش میاد خودش صحبت بکنه. آره جون خوده یکی مو خجالتی یکی تو خطشو بستن که از این مطلبی که براتون نوشتن سر در نیاره. آره اگه اسم این مقام بالا رو نمیگیم اسم داماد رو بگیم. پسرش چند سالشه؟ چی کاره است؟ پسره؟ مگه برای پسرش نمیخواد زن بگیره؟ چون نامه نوشته میخواهد شما رو عروس خودش بکنن. حالا یعنی میخواد برای پسر زن بگیره دیگه؟ اون برای خودش میخواد نه برای پسره. اونا ما فسر ندارم که این بینی بینی هم داره سخت میگیره با مرشتش بگو ما فسر از کجا بیارم. آنا سن و سالش والا یه خوره بالا. کی؟ چی؟ پنجا باره بالا تا شست یه خوره چهب درشون مرد من بابا تو چه نفسر مال میزنی اون تیلیفون رو بده مرد خودم باش مزخر است سکی این رو از اون پیرو بادان از پلاسیفا هرمانی شرط میبندم قصدشم ازدواج موقته. الو با بوشی خودت صحبت کن. خط تو جونت بس شده. اما حرف نزن تو من کار تمام کنم. میخوام صد سال سیاه تمام نکنی. الو ازدواج موقت بهتر نیست؟ عوضش آدم مجبور نیست واسه همیشه با کسی که دوست نداره زندگی بکنه. شاید من هم زنه دیگه هم داره این مقام بالای مملکتی. راستشو بگو چند تا زنه دیگه داره؟ والا راستش از تعدادشو خبر ندارم. الو الو اون تلفن الان هیچ که توش نیست که الان درست میشه. درست شد درست شد. من میگم اصلا رجوع به آپشن بعدی حرف بزنیم. با این همش میگه افشینی که این افشین کیه من ماسر خر شده. نگفتم بهتره تو خودتو داخل قضیه نکنی. من دارم یه کاری میکنم هر جور شده بکشمش تو کار خودمون. بیاریمش اینجا. بیاریمش بیاریمش. هلو لی جان جان افشین رو بلش بابا بذار ما خودمان یه کاری بکنیم بیاریم اینجا. اگه میشد بیام اونجا که خیلی خوب میشد. خیلی خوب میشه. خیلی بدگیری خیلی خوب میشه. اما پیشنهادی که من شده تلویزیون تلویزیون ما پشم شیشه یه. اینجا ما برای 6 میلیون پشم شیشه. خانم دارن تلویزیون خارج رو میگن. بهشت این که اگه با تلویزیون هم کاری بکنم همه جور امکانات مالی و فنی با سم فراهم میشه. حتی میدیم تو این تلویزیون محلی اینجا هم که کار میکنیم درآمدمون خیلی بالاست. با امان بخوام بدونم ضمانت اجرای این حرف شما چیه؟ این تلفن کوفتی دوباره انگار خرمخون گرفته. درد نداره درست میشه تحمل کن.
حالا شما که غریبه نیستیم، ما در امریکا یه بنیاد علوی داریم که کلی درآمد مستقلات داره، اما درآمدش رو نمیشه از اونجا خارج کرد. همون بنیاد پهلوی سابقه، چون به صورت شرکت غیر انتفاعی ثبت شده، درآمدش باید همینجا خرج بشه. اوایل درآمدش خرج گروه های مبارز اسلامی و حزب الله میشد، اما گویا این کار فایده نداشت. چطور فایده نداشت؟ برای اینکه همین خرج کردن ها باعث میشد پلیس رد خرابکارا و گروه های تروریستی رو پیدا کنه. دیدم بهتره فولاد صرف تبلیغات کنن، روزنامه و برنامه های رادیو تلویزیونی و فستیوال و اینجور کارا. من این سال خصوصی دارم از شما، شما هم که نشه بهش گفت خصوصی. مردی ایرونی خارج اکثرا از دید شما و حکومتتون تابوتی و فراری و ضد انقلاب و اهل بزن بکن نیستن. حالا از مفسد فلعرض و وابسته های امپریالیسم و صهیونیسم باز میگیرم. چه شده اینم نگران آموزش و سرگرم کردن و به اصطلاح ارشاد فرهنگیشون هستیم؟ شما ساده اینا، اونایی که پشت اینجور کارا بیشتر فکر جیباشونن تا شما. تا وقتی پول تو حساب بانکی باشه و خرج نشه که نفعی به کسی نمیرسه، وقتی محل خرجش پیش اومد اون وقت میشه حساب سازی کرد. واسه حساب سازی و خرج تراشی هم چه کاری مناسب تر از تبلیغات، از تلویزیون، فیلم، فستیوال، اینجور چیزا؟ تو این کار هست که میشه حسابی پول بالا کشید. این چیزا چی؟ یاد لیلی نمیدی؟ اگه این پولی تو این کاره چرا نمیدیم خودمون بالا کشیم؟ حالا شاید همکاری من به قول سعد آقا چیه؟ فقط یه چارقد نقابه، یه چارقد سرت بکن بشه گوینده اونجا. همین؟ چه فایده‌ای داره برای شما؟ اختیار داریم این کار از فتح عراق که هیچ وقت نکردیم استفاده تبلیغاتیش بیشتره. مردم هم تلفون هم ما گفتم سلام گرگ بی تمنی نیست. من چارقد سرم کنم هنو سر در نمیارم. صدور انقلاب یعنی همین دیگه، یعنی صدور ظاهر سازی و ریا. زمان این چارقد دست که نگیرید شما، سرپوشیست بر همه معایب و مفاسد. یعنی من که امریکا چارقد که سهره چطور چاقچون بکنم که باید از من تقلید کنه؟ اسباب خنده هست باید همینه. مردمی که سال هاست روی صفحه تلویزیون تو رو دیدن بدون چه احساسی میکنن وقتی چارقد سره ببینن. اونایی که به امید بازگشت آزادی به ایران روز شماره میکردن میدونی تا چند نامید میشن. اینا دقیقا همین میخوان، با امید شدن مردم نسبت به تغییر اوضاع. یه فاصل عجب حرف جالبی زد، پیروزی در جنگ با عراق شد به ضرر شد تموم شد، مردم روحیه پیدا میکردن احتمالا کرده خودشون میکندن، اما شکست از عراق یا به اصطلاح همون سرکشیدن جام زهر بیشتر باعث رواج روزخونی و شهید نمایی و گریه‌زاری گرفتن از مردم شد. حالا میدن همینه، اینا بقای حکومتشون در مدیگه مردمه. این که فکر کنن همینی که هست که هیچ عوض نمیشه یا نمیتونه عوض بشه. اونجا چه خبره؟ تلفن خودتو بردو میکنم نسخش کرد. نه من همینو میخوام، ما میخوام با این حرف بزنم. اون خطا که اطواریه تو خودت بردار. ببین لیلی به حرف اینا گوش نده، چارقد مارقد سرت نکنی ها، آفتاب مافتابر هم برش. اگه اینجا همه چادر چاخشوری نمیشدن بعد دادم ما لیلا رو تاوار گم نکرده بودم. والا به خدا یه روز ما خودمان زهرا رخشی رو عوضی گرفتم. ها خودم چه میدونه کی لیلایه کی لیلانیه؟ از فوش این زهرا رخشی رو یه جوری با خودش پیچوتاب میداد ما توشن شدم که لیلایه. از فوش بغلش گرفتم گفتم دیگه بدت نمیکنم، دیگه نمیدارم از دستم در بری که چش روزگار رو بد نبینه. وقتی برگشت دیدم زهرا رخشوره با لنگی کفش افتاد به جام، حالا ندن که بزن. بعدش هم رفت کمیته از دست ما آرز شد. حالا خدایی بودی بازار مانسترها همه با ما دست به یکی هم، نه که ما برشان قاچاق میکنم. پس این حرف و چی گله هم میکنیم؟ حالا خانم خیالات بد میکنم راجب ما. آقا تو به خدا این سمن آقای ما رو وادار به کارهای خطرناک نکنیم، ما چشم امید داریم بهش. خوردی چش داره به ما، نظر داره به ما. خانم برفش گوش ندین، قاچاق چیه؟ ما فقط نوارای شما رو دست به دست رد میکنیم، نه اینکه خدمت شما ارادت داریم. خب حالا بریم سر آپشن بعدی. افشی خب
به نظر شما این نوارو رو ما چجوری بسازیم تا شما بهتر بتونیم قاچاق کنیم؟ یعنی ببخشید منظورم همون بود، بس به دست کنیم، توضیح کنیم. اگه شما اون دو تا پیشنهاد ما رو قبول نمی‌کنین و علاقه دارین کار فعلیتون ادامه بدین، بازم ما باهاتون کنار میایم، به شرط این که اقلا توی این نواره ویدیو چهار قطع کنم. غیر ممکنه. over my dead body، یعنی روی جنازه هم نمیذارم کسی چهار قطع بکشه. چهار قطع کدومه؟ بست بر قضا برعکسشو میخوام. میخوام خواهش کنیم تا جایی که میشه میبخشین و سکسی ترش کنیم کارو. ببخشید؟ منظور بندی ندارم، حسن بازار اینجا رو دارم براتون میگم. چه سرت نشه، مثلا لباس هر چی بازتر باشه، طرفای سرسینه یا دامن کوتاه‌تر باشه. آره واسه ما یه حالی بکنیم، اینجا همه یه فارچه قلاقسی ها شدن، آدم دلش میگیره. یعنی میگین اگه من بازتر لباس بپوشم نوارتون بهتر فروش میره؟ صد درصد. قدر نیست، معرکه است، معرکه است. زبان حالش اینه که یا بیا پای تخت در چاخچور یا که رقصنده باش اوریانا. یواشتر. خب اگه بینه چرا نوار پورنوگرافیک وارد نمی‌کنین؟ این چیزا که اینجا خیلی فراوونه. اینجا هم فراوونه، اونا به جای خوب. اما خودیا بیشتر دوست دارن با آدم های آشنا حال کنن، خودیا رو میخوان بهتر ببینن. بهتر یا لختر؟ لختر، لخترتر، هرچی لخترتر بهترتر. ما رو باشی خیال میگردیم اونجا همه اهل نماز و روزه بود، تظاهرات مذهبی، نماز جمعه بود، چیزایی از این قبیل. بله تو خیابونا هم این چیزا که میگن هست، اما مردم نوارا رو تو خونه هاشون نگاه میکنن، تو اتاقای دربسته به طور خصوصی. اگه بیفتیم چی؟ اگه نوارا بیفته دست به صلاح این روحانیون مبارز؟ خب آخه همه جا روحانی داریم ما اینجا، حجت الاسراف خیلی داریم. بله روحانی پیشرو، روحانی مترقی. بخشید شما توده‌ای هستی؟ چطور اگه؟ آخه آخوند مترقی کشف توده‌ای هست، اولین آخوند مترقی رو توده‌ای ها کشف کردن. از این حرفا دیگه گذشته، ما روحانی داریم ساز میزنه. فلوت 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 زن خیلی داریم. روحانی داریم عاشق مایکل جکسونه، عکسای مایکل جکسون جمع میکنیم، خودم میبرم براش، جعبه جعبه زغال اخته میبرم براش، دلار چنده اونجا؟ حالا گیرم من حرف شما رو قبول کردم، اصلا لباسامو در آوردم. آخ آخ کجا؟ مو کجا بیام؟ لباس رو، فقط لباس رو. خودتو لوس نکن. رو خودتو لوس نکن پسر خانم، داشتن قبول میکردم. نه همون بهتره که در نهره نی. ما یادم نبود این عباس آقای چشم افاکم اینجایه. عجب مایه داری ها. چی؟ چی داری اینجا بیهایی میکنی؟ تو تو کلاته، کلات سر خودته. چرا بگیدی میگی رخت لباساشو در بیاره؟ مگه تو خودت خواهر مادر نداری؟ اصلا پا میشم میزنم سر مغز تو. نه جارت داری دست رو ببرم بکن. حالا دعوتون سر چیه؟ من فرض کردم، فرض قرض برا بردن خانم. فرض کنیم ما آفر شما رو قبول کردیم، یعنی پیشنهاد شما رو، و یک نوار سکسی دادیم بیرون. فایدهش چیه برای ما؟ از عواید فروشش در ایران که چیزی نصیب ما نمیشه. برخلاف هنرمندان وطنی، ماشاءالله وقتی میان خارج گوش شیطون کرد حسابی بارشون رو میبندن. از این طرف هرچی میاد اونجور که پولی برنم گردونه. من با پول صد تا یغاز شما که ارزش کاغذ اسکناس بیشتر از خود اسکناسه. چیزی گیرتون نمیاد، چون چیزی که میفرستیم باید قاچاقی بخشه. واسه پخش قاچاق باید حق حساب زیاد به بالایی دار. چیزی تشنه ایمونه که برگرده به شما. شما کاری کنی کارتون پخش قاچاقی نشه، درآمدتونو بابت هر نوار خودم تضمین میکنم، اونم به دلار. اونجا دلار چنده؟ ببخشید حرفاتون اینجا کاملا زد و نقیزه. از یه طرف میخواین نوار ویدیو سکسی داشته باشین، از یه طرف میگین طوری باشه که بتونه آزاد دست به دست بچرخه. این چجوری ممکنه؟ ما که بابت پخش نوار سکسی مشکل چندانی نداریم. از خوششانسی مردای ایرانی همه اهل بخیه، همه بخیه کارن. ما هر جور نوار که بگین راحت پخش میکنیم، بجز بجز این چرت و پرتایی که این نویسنده تو سرم میکنه. چی اسمه؟
سید آقا اون که این چرت و فرت همش سرهم میکنه سید آقاست اسمش، هیچکی نمیتونه مثل ما اونو بشناسه. آره والا چی رو میخوان عوض کنه ما این حرفای صد تا یعباسی؟ یعنی نویسنده یعنی بتونه جوک بگه، از عشق عاشقی بگه، دعوای زن شواری و اینجور چیزا. آره ما یه نویسنده بیاریم که اقلا یه لینایی بتونه برای خود ما جور بکنه. سوال آقا از تو یکی دیگه این توقع رو نداشتم، تو یکی دیگه باید شکر گزارش باشی، بخیر تو هرش دیگه از ایشون بودنی. ما اصلا چی دارم که بابتش شکر به کسی بده کار باشم؟ والله به خدا اون خودش که داشتن داشتش از منه. عجب حرفی داری میزنی، اگه اون نبود که تو هم نبودی. اون خودش نبود اگه ما نبودم. اون به هر جایی رسیده از تصدق سر ما رسیده. ای بی حیای بی چشم رو توف به اون رو تریا. بیا اینم از ادب و نزاکتش، کمالاتش همش اخه توفه. به کجا رسیده من ها؟ به کجا رسیده من سر تصدق تو؟ به اینجا که حتی تو که این همه برات خونه دل خوردم امروز داری زیرا به خود منو میزنی، با این پاسوره دست بیکی شدی؟ از اون طرف دنیا داری به من تکلیف میکنی که چجوری بنویسم، چجوری کار کنم، حتی چجوری فکر کنم. میخوای ترتیبی بدی که منم بزنم به طبل بیاری، منم وجدانم بفرستم به مرخصی. من اصلا مات و متحرکم، تو چرا هنوز زنده ای؟ گفتن سیل و طوفان آمده نسل شما رو از زمین برداشته که خواستم خرد کنم که تو هم طبق معمول شدی. سیل و طوفان، انگار همه دنیا مثل خودشون به یه باد و بارون بنده که نمیدونم چرا نمیباره اون بارون بلا بسات شما نمیرسه به من. آخ آخ خدا از دهنت بشنفه، داره میباره، بارون گرفت، اونم چه بارونی. ما رفت کجا رفتی سمه؟ خب که جنابالی هم گوش وایساده بودین اونجا به حرفای ما. بخیلی که حرفای شما خیلی هم شنیدن داره. اگه شنیدن نداشت پس چرا گوش گرفته بودین همین مدت؟ خواستم ببینم رو تو چقدر سفته. این حق من بود که گوش بدم. چطور وقتی ما به حرفای تلفنی گوش میدیم یا نامه رو وا میکنیم اسمش میشه جاسوسی، سانسور، خفقان، اما همین کارو وقتی شما میکنین میشه حق؟ درست همینه که میگی، کاری که شما میکنین دخالت به امور خصوصی مردمه که حقتون نیست. اما حق من هست بدونم شما که حق دخالت به کار شخصی و خصوصی من نداری چطور چنین حقی رو به خودت میدی و با چه روی؟ من اینکه نمیفهمی، اگه میفهمیدی که ما توی دوتا قطب مخالف قرار نمیگرفتیم. امروز این که شما همکار چند ساله من رو داری قور میزنی و بهش پیشنهادات غیر اخلاقی میکنی دخالت به کار من نیست. این که انتظار دارین به کاری که حق انحصاری ساختنش با منه شخص دیگری به عنوان نویسنده گماشته بشه دخالت و تجاوز به حقوق دیگران نیست، کارشکنی و خرابکاری نیست. فاز من حقم ندارم در جریان این خرابکاری قرار بگیرم تا بفهمم چه سرنوشتی منتظرمه. بابا دیگه واقعا خیلی رو داری. آقا خیلی جوشی تشریف دارن انگار. عیب نداره، این هم از جوش و خروش مفت آخرش مثل بقیه همکاراش. شما اگه خواستین بیشتر رو پیشنهادهای ما فکر کنین، به صلاحتونه. صمد کجا رفت؟ رفت دنبال کاسبی. بارون که میگیره فیلش یاد هندوستون میکنه. اگه بارون واسه شهریا خرابی به بار بیاره برای اون نفع داره. سایتون کم نشه، با ما در تماس باشین تا ببینی. دلم خیلی با سر سمد. اگه از حرفاشون وسوسه شدی اینو دلسوزی به حال سمد نظر خواهش میکنم. تو من میخوای با اسم خودت کار کنی خب اسم اون مصور بذار. اگه فکر خودت نیستی فکر این سمد بدبخت باش، کار بکن از کار قاچاق بیاد بیرون. حالا اگه بتونی این نواره رو آزاد پخش کنی شاید وضعش رو بلاح شد. ما خیر صلاح خودشو تشخیص نمیده. شما چی؟ شما هم صلاحشو در این میدونی که من این سر دنیا با وجودی که از اون بی سر و سامانی دورم به نوع خودم نیادم اونجا چی میگذره یا چی گذشته. شما هم میخوای من بزنم به طبل بیاری و بیخبری؟ نه من اینو نمیگم. من همش فکر میکنم که صمد از این وضع خطرناک به خارج در بیاد. ببین تا چشمش به بارون افتاد برگشته به سر کار کشاورزیش.
این هم از اون قضاوت های سطحی ما خارج کشوری هاست در باره وقایع داخل مملکت. کشاورزی دوره برگشت سر کشاورزی. پخش گفتگوزار سوم که ویژه نوروز سال 74 ساخته شده بود از تلویزیون به آسانی منحصر نشد. با نفوذ مافیایی دارالخلافه و عمال خارج از کشورشون در رسانه های گروهی کشوری که آزادی بیان و عقیده از اصول اصلی قانون اساسیشه دست کم گرفته بود. به همین دلیل تصمیم به انتشار این ویدیو گرفتیم تا هم از مدار محدود یه برنامه تلویزیونی محلی فراتر بریم و هم با نیرویی که حتی برون از مرز هم ما ایرانی‌ها رو به خودسانسوری وامی داره مقابله کرده باشیم. حالا باز برمیگردیم به علی آباد و ببینیم سمنه‌ها بعد از یک بارش جانانه به دنبال چه کاری رفت. اینجا توانشی که میده خب بیا اینجا تو من که داداشم نداد بله داداشت بودو خب بیا بپر بلا دادم بشت که دادی؟ من دادی پنجا تومن تو بیا بده بیا بفر بلا سلام آقا من آجی رو بیا الان نوبته چه آجی خوارته بله ها خواهرت دختره؟ میخواد پسر باشه؟ اگر دختر نبود که نمیتونست خواهرم باشه باش من جا تو نه تو بده نوبت من سمر آقا اسمت چیه؟ عزرا چرا لیلا نیست؟ چه میدونم خب نیست خب سواریم خبری نیست سمده آقا این که آبجی نیست آخه آبجی دختره میدونم اگه دختر نبود آبجیم که نمیشد بشه آخه ما دختر که نمیتونم سوار بکنم چرا؟ چم دانم چرا؟ نزه ارا پنجاتون سهر آقا چرا پول ما رو نمیگیری؟ تو باز همینجا باشی مواظبه این بچه ها باشی برن تو صف از هم جلو نزنم آخه همین دختر هست اینجا کسی که نیست که جلو بزنه خب ممکنه یه نفر بیا آخه دختر مردم اینجا تنها بذاری غیرتت کجا رفته چرا ما رو سوار نمی کنی سمد آقا خب تو دختری نه خب دخترم که دخترم خب من رو سوار نمی کنم که سوار نمی کنم پنجاتو مالا که اونجا دادم به ها؟ دادی؟ بله. ها دادی صندوق آبجی ما بیار دیگه حالا ننم دعوا میکنه خود چه نمیری خانه؟ تو ننه دعوا نگیره آخه میگه چرا خواهرت رو نم بردی؟ خراس میگه دیگه بخواستی داداشتو بیاری ما که داداش نداریم داداش از کجا بیاریم خب تقصیر ننته میخواست جای آبجی برای داداش بیاره آره چی میشه آبجی ما بیاری؟ چی میشه؟ گیر منکرات نیفتادی که بدانی چی میشه اگه بگن چرا دختر سوار کردی جوابشن تو میه بدی؟ ها؟
بگم آبجیه تو باید اون وقت تو میای شلاقشو بخوری؟ بس من برگرم دور اونجا، من خودم کولش میبرم. با این خطت خب چرخ میشی که خب چقدر کنم، خطم این قده دیگه 50 تومن میشه. یه بار دادم به تو که رفته برگشت که ندادی، فقط 50 تومن به ما دادی، پول رفت دادی، رفته برگشتش میکنه 100 تومن. شمر آقا اذیت دیگه نکن، خواهرم نمیاری منم نمیذاری. خب باز پول بدی. نه شما 100 تومن به من داری. تازه طلبکارم شده. ببین یه بار دیگه برات میگردنم اونجا، اما همه یه بار باشه. با پولی داده شده رو ما دیگه فصل نمیگیرم. یلا بفر بلا. میخواستم از دست رو خرسن بکی در برم. خب حالا نوبت من رسن. ها اما تو باز اینجا مراقب این دوتا باشی که آقا خوار برادران مواظب همن. یالا دیگه سر داد نوبت من سوارم کن. من خودم میبرم. تو نمیتونی، میافتیم تو آب، لباسمون فیس میشه. 100 تومن میشه. شما که از این بچه های دیگه 50 چه من گرفتیم؟ خب اونا بچه بودن، تو خودت داریم این بچه نه خرچه. تازه تو گارم داری، 100 تومن میشه. خب اگه 100 تومن میشه خودم 6 تا سوار میکنه میزنه به آب. خب چرا نمیزنی؟ مول 100 تومن به تو میدم تو ما رو سوار میکنه. آخه شلوار هم خیش میشه. شلوارت؟ اون شلوارتو در بیار بکش دور سرت خبره. ها؟ راستم میگی مول 100 تومن بارم بارم هم کجاست باره؟ تا تو شلوارتو در بیاری بکشی دور سرت ما بارمو میارم همینجا پشت بوته. برو بیا. ما حاضرین. الله شو اول پول. نه اول سواری. اون بر بهشت بدم اون بر آن. یا سمد آن چرا حالا سنگینی شو تو که گفتی شش پشته میتونی ما رو سوار بکنی که چه خبر اینجا؟ چهار آبانه؟ عملیات اکروبات داریم از خود تو گرمیان اینجا؟ بایستیم به صفحاتو ببینم. این دختره چیه؟ دختر کی سوار کرده؟ ما اینو سوار کردم. ما اینو سوار کردم. ما اینو سوار کردم. من آبجیشم. اینم آبجیمه. اینم آبجیش. خوب بله تخته رو به هم جور کردیم. بله سوار کردم. کی پول گرفته؟ کی به کی پول داده؟ ما پول دادیم به این. ما پول دادم به این. ای براش که ندادی، تازه قراره بدی. ما اصلا جواز بدیم. جواز چی سرکار؟ جواز حمل و نقل. سرکار داره بی جواز کار. مسافر سوار میکنی اونم بی جواز؟ آره سرکار تازه میخواد از ما پولم بگیره. آره؟ نخواستیم پول آقا، در رفتر وقت کن بیاد اینم پوله بود. سرکار ما سوار شما نشدم که سوار اون چیزلی شدم. از که تو لنگه پول خرج کن شدی؟ کی؟ ما رو باش که فکر میکردیم تو اومدی مسافر از آب رد کنی، ما هم حق واسه اون ازت بگیریم. سرکار آخه این آبش یه جوریه که خرچنگ داره، خرچنگاش هم یه جوریه که وقتی میگیرن آب تا خر زیر گوششان عرار نکنه ولکن معامله نیستن. چه خرچنگ داره. آره سرکار باید جوری خرچنگ.
اسمانو سوار کنم برمونم میخوام برم کمیته علی آباد کار دارم سرکار ما که کار تعطیلش کردیم چی تعطیلش کردیم مگه تو تیم چه داری یا بل نسبت ادرجاتی هستی سرکار تا برم خانه وضو بگیرم نمازم قضا میشه معصیتش میفته گردن شما با بچه گل میزنی حالا کوتا غروب این همش 5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره گفت 100 تومن بده چی؟ 100 تومن از من پول میخواد تازه اون چیزایی هم که ساختی باید نست چرا از کنی بیاد یلا سواری میدی یا پول میدی سرکار ما از سواری دادن مضایقه ندارم اما آخر آبش هرچنگ داره ده واسه همینه که میخوام سوارت بشم ابتنی هم تازه بلد نیستم اگه خرچنگ یه جایی مو بگیره نمیتونم خودمو نجات بدم یلا داره دیر میشه یا قمر بنی هاشم باید تاوار به نردوان دزدان کولی نداده بود ما کولی دوست ندارم قلم دوش یه بالا دیگه خبرت دیم چرا وایسادی به؟ سرکار مزدورتم داره غمزور میشه 100 تومن بده چی؟ تازه اون چیزایی که داره بودی نست چه باید اخ خونی بیام سرکار اگه ندیم ما یه قدم هم دیگه نمتوانم بردارم مجبورم بندازم توی ها منم یه گله حرومت میکنم خب بازم دوباره میفتی تو ها آفتانی هم که نمیدانی تازه خرچنگ هم داره میدی یا بندازم چرا داری همچی میکنی؟ یا نفور بده خب 100 تومن بده خب بیا اینم 100 تومن مگه اینکه اون برای آب تام به خشکی نرسه چرا وایسادی با؟ سرکار گرفت چی؟ خرچنگ کجا رو؟ نمیتونم بگم حالا من چیکار کنم؟ سرکار تا یه خریز زیر گوشش آرار نکنه این بکنه معامله نیست باز پیاده بشیم و برم دنبال خواهد سرکار جمع مرکف نکنه شیری شما قرف شده واسه رو نجات شده